بیکاری کلانترین معضل اجتماعی که مشکلات، فشارها، تهدیدها و شرایط ناگوار روانی را برای انسانها به وجود میاره. از دیرباز تا اینک انسانها مخصوصا در جامعه افغانی با مشکلات بیکاری همراه بوده و با این مشکل دست و پنجه نرم میکنند. اما از طبقه باسواد و بیسواد اجتماعی با این معضل مواجه بوده و با بیکاری دست و پنجه نرم کردند. اکثریت جوانانی که امروزه با مخدرات و با استفاده از دخانیات همراه شدن و با اعتیاد روی آوردن دلیلش بیکاری هست. اکثریت جوانانی که امروزه توانایی زندگی کردن را نداشتن دلیلش بیکاری هست. اکثریت کسانی که دست به خودکشی زدن دلیلش بیکاری هست. و اکثریت مشکلات عدیده و شدید روانی را که جوانان داشتن به دلیل بیکاری داشتن. آیا چرا ما تا به حال موفق بر این نشدیم که با بیکاری دست و پنجه بکنیم و با بیکاری مقابله بکنیم؟ این بس برمیگرده به دو موضوع، هم به بس کلان حکومتی و هم به خود فرد. ببینین حکومت ها، نظام ها رفتند آمدند، دیگر نظام رفته رفته تا به فعلا ما نظام های زیاده را دنبال میکنیم و میبینیم که هر نظامی، هر ساختار حکومتی چالش ها و مشکلات خودش را داره. این چالش ها و مشکلات حکومتی مطمئنن که بیکاری و فقر و ناداری را برای ما و شما به وجود آورده، ولی نمیشه که ما این چالش ها و فقر ها و مشکلات اجتماعی و نظام حکومتی را دلیل بر بیکاری خود خطاب بکنیم. یک روزنه مثبت را اگر در این زمینه ما اشاره بکنیم، افغانستان تنها کشوری است که تا سطح لسانس میتونه جوانانش تحصیل رایگان بکنه. خود تحصیل ما و شما را میتونه از بیکاری نجات بده. بیاین با تحصیل کردن، بیاین با آموزش، بیاین با پرورش خودمان آغازگر کار باشیم. دانشگاه های ما جای بخاطر مارکتینگ و جای بخاطر کار آینده و بازار کار آینده نباید باشه، بلکه کادر فارغ بده که این کادر ما بتانه در آینده خودش کریت بکنه، خودش خلاقیت به خرج بده و خودش راهکار را ایجاد بکنه که دیگر جوانان را از بیکاری نجات بده. متاسفانه جوانای ما همیشه دست زیر علاشه شیشتن تا ای که حکومت بر از اینا کار پیدا بکنه، تا ای که حکومت اینها را بتانه شامل وظیفه بکنه. وگرنه چی میکنن؟ رو به اعتیاد میارن، وگرنه خودکشی میکنن و وگرنه دیگه از همه زندگی دست میکشن. نه، ما و شما، خود ما، من حیث جوان، من حیث انسان، من حیث کسی که دست داریم، پا داریم، عضلات تکمیل بدن داریم، ذهن سالم داریم، روان سالم داریم، ما و شما کسی باشیم که دیگران را از بیکاری نجات بدیم. در آمریکا تنها 15% جوانایی که از دانشگاه فارغ میشن وارد بازار کار میشن. 75 تا 85% دیگر از اینها خودشان زمینه کار را برای دیگران مساعد می‌سازند. پس ما و شما هم کسایی باشیم که راهکار به خاطر کار کردن برای دیگران داشته باشیم، نه اینکه ما بیکاری را دلیل به خاطر فشارهای شدید روانی خود ایجاد بکنیم. همیشه کسانی که بیکار بودن، همیشه جوانانی که بیکار بودن در گوشه، در انزوا، در گوشه‌گیری و بدور از دیگران خود را همراه ساختن و خود را هم بستر یا رفیق بستر خود ساختند. چرا؟ به خاطر از اینکه من تحصیل کردم بیکار هستم، در حالی که نه، تو خودت را از اجتماع دور کردی. بیاین کار خرد بکنیم، بیاین مطالعه بکنیم، بیاین دانش خود را افزود بکنیم، بیاین ما و شما از 100 افغانی یک کار تجارت کلام را شروع بکنیم. بیاین در کار کردن عیب و ننگ و آر نیست، کار خرد را زمینه سازی بکنیم تا به کار بلند برسیم. درست، به پروازهای شایینی بیاندیش، پروازهای شایینی تا اینکه پله های زینه را شما دنبال نکنین نمیتونین برسین. به یک بارگی هیچ کس جای نرسیده، به یک بارگی هیچ کس رئیس جمهور نشده، به یک بارگی هیچ من تو اینجا نرسیدیم. معلوم دار که گام ها، پایه ها، پله ها را دنبال کردیم تا اینکه ما اینجا رسیدیم، تا اینکه تو اینجا نشستی و پشت موبایلت تصویر ما را میبینی، تو این توانایی را داشتی که حداقل چیزی برای خود پیدا بکنی به نام گوشی تلفن و ببینی ویدیوهای مرا.
پس تو از این بیکاریت فرصت درست به خاطر آیندهت استفاده بکن و بیا کار بکن. ویدیوهای آموزشی، ویدیوهای انگیزشی، ویدیوهایی که زندگی تو را تغییر بده دنبال بکن و اینکه راهکارهای به خاطر پولدار شدن را تعقیب بکن، پیدا بکن، میتونی که به موفقیت برسی. حتی تجارت‌های داخل خانه ما و شما داریم که در داخل خانه نشسته تجارت آنلاین میکنی و میتونی که به موفقیت برسی. ولی تا زمانی که براتون میگم، تا زمانی که اجتماعی نشین، وارد در اجتماع نشین، تا این که خودتان را در اجتماع پیدا نکنین، از بیکاری رهایی پیدا نمیکنین و از مشکلات روانی که به دلیل بیکاری برای شما ایجاد شده شما نجات نمییافین. بیاین گام بردارین، بیاین قدم بردارین، بیاین راهکارهای به خاطر بیرون رفت از چالش ها براتون ایجاد بکنین، پیدا بکنین خودتان را. تا این که خودمان را پیدا نکنیم که چه کاری کرده میتونیم، چه توانایی داریم و چگونه میتونیم خودمان را از بیکاری نجات بدیم، هیچ کس این کار را برای ما کرده نمیتونه. خود ما هستیم، کسی هستیم که ما خود را بر آینده امیدوار میتونیم ساخته، بر آینده میتونیم که بر خود کار خلق بکنیم، کار ایجاد بکنیم و یک کارگر خوب و یک جوان خلاق و انسان توانمند باشیم. ما متاسفانه استعداد داریم. استعدادهای ما چون از لحاظ علم روانشناسی هم هر انسان دارای ویژگی های ذهنی یا IQ هستند. IQ سرشار داریم. IQ داریم که ما انسان نرمال خطاب میشیم. اگر IQ ما از زیر 70 درجه می بود که ما عقب مانده ذهنی می بودیم، ما عقب مانده ذهنی را دیگه ازش توقع کار کردنی نداریم. حتی روانشناسا و دانشمندای روانشناسی میگن که افرادی که عقب ماندگی ذهنی هم دارن توانایی انجام کار را دارن. اونها هم هیچ کدام انسانی نیست که IQ زیر 0 داشته باشه. پس IQ توی که از 70-75 بالا است، تو در حد انسان نرمال هستی، چرا کار نمی کنی؟ چرا برای خودت انجام کار خوب انجام نمیدی؟ چرا خودت را نمیشناسی؟ چرا خودت را از بیکاری نمیکشی؟ ما تو همه ما دست به دست هم میتیم. از این بابت میگیم که بیکاری نه، ما خود ما کار خلق میکنیم، سر کس انتقاد نمیکنیم، خود ما میخواییم که برای خود چیز جور بکنیم، آینده بسازیم.